والعهد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن نزل على الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة. سرخط خبرها. اظهارات جدید وزیر خارجه عربستان درباره توافق هسته‌ای با ایران. درخواست خصمانه سنای آمریکا درباره اغتشاشات ایران. مسموم‌سازی دانش آموزان با اطلاع قبلی حکومت ایران صورت گرفته است. و استعفای ناگهانی یک مقام وزارت خارجه آمریکا. با سلام و درود، خوش آمدید به اخبار این ساعت از کانال بامداد ایران. اظهارات جدید وزیر خارجه عربستان درباره توافق هسته‌ای با ایران. وزیر امور خارجه عربستان عنوان کرد که توافق هسته‌ای با ایران ایده‌آل نیست و باید نگرانی‌های کشورهای همسایه را نیز برطرف سازد. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود وزیر امور خارجه این کشور سه‌شنبه طی سخنانی ضمن تاکید بر اینکه توافق هسته‌ای با ایران ایده‌آل نیست و باید نگرانی‌های کشورهای همسایه را نیز برطرف سازد، خاطرنشان ساخت که ریاض از گفتگو با تهران استقبال می‌کند. بن فرهان در ادامه نیز با بیان اینکه روابط عربستان با دولت آمریکا بسیار خوب است، در مورد روابط کشورش با چین نیز عنوان کرد: چین یکی از بزرگترین همپیمانان تجاری ما است، همان گونه که با بقیه جهان نیز این چنین است. درخواست خصمانه سنای آمریکا درباره اغتشاشات ایران. به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته‌ای متشکل از سناتورهای آمریکایی در ادعای مداخله جویانه از سازمان ملل خواسته است تا درباره برخی مسائل داخلی مرتبط با اغتشاشات اخیر در ایران تحقیق کند. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اشاره به برخی گزارش‌های رسانه‌ای CNN که در آن مدعی بدرفتاری با آشوبگران شده بود، درخواست کرده که سازمان ملل درباره موارد ادعای نقض حقوق بشر در ایران تحقیقات خود را انجام دهد. سناتورهای آمریکایی با رویکردی خصمانه همچنین از جامعه بین‌الملل خواستند تا ایران را درباره رفتار خود در جریان تحولات و اغتشاشات چند ماه اخیر پاسخگو کند. در بیانیه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درخواست شده تا تحولات داخلی ایران توسط هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد UNHRC مورد بررسی قرار گیرد. مسموم‌سازی دانش آموزان با اطلاع قبلی حکومت ایران صورت گرفته است. خبرگزاری اسکای نیوز در گزارش اختصاصی که تیان با شاهدان عینی مصاحبه کرده، نتیجه گرفتند که روند گسترده مسموم‌سازی دانش آموزان دختر که مقامات دولتی تلاش می‌کنند درباره آن پنهان کاری کنند، نمی‌تواند بدون اطلاع حداقل بخشی از حکومت ایران صورت گرفته باشد. علی خامنه‌ای رهبر ایران اخیراً این حملات را محکوم کرد و برای مرتکبین آنها خواست دار اشد مجازات شد. با این وجود به گفته اسکای نیوز، موضع‌گیری خامنه‌ای بسیاری را متقاعد نمی‌کند که حکومت ایران در این حملات دست ندارد. به گفته این خبرگزاری، برخی ادعا می‌کنند که این حملات کار تندروهای مذهبی است، مثل مواردی که در افغانستان اتفاق افتاده، اما غیر قابل تصور است که اتفاقی در این مقیاس گسترده بدون آگاهی کامل جمهوری اسلامی روی داده باشد. و استعفای ناگهانی یک مقام وزارت خارجه آمریکا. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آسوشیتد پرس، نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا قرار است به زودی از سمت خود کنارگیری کند. اعلام کنارگیری و استعفای پرایس به صورت ناگهانی و غیر منتظر صورت گرفته است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که پرایس تا اواخر این ماه با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه مشغول به کار خواهد بود و پس از آن تا زمان تعیین جانشین معاون پرایس جایگزین وی خواهد شد. بلینکن در بیانیه‌ای کنارگیری پرایس را تایید و او را چهره و صدای سیاست خارجی ایالات متحده توصیف کرد. پرایس طولانی‌ترین سخنگوی دولت فدرال آمریکا در دولت بایدن است که در 20 ژانویه 2021 کار خود را آغاز کرد و بیش از جن ساکی سخنگوی پیشنین کاخ سفید دوام آورد. جان کربی سخنگوی سابق پنتاگون که اکنون عضو شورای امنیت ملی است، اکنون رئیس تیم ارتباطات دولت است.